حفظت میکنه. بنابراین این قاعده اساسی عقیده اسلامی است که مسلمان داشته باشه که تا وقت خدای عزوجل مرا حفظ میکنه، تا وقتی که من احکام خدای عزوجل را حفظ کنم، امر خدا را سر خود تطبیق بکنم و از چیزی که خدا مرا منع کرده از او دوری بکنم. اگر اشتباه کردم، در یک گناه مبتلا شدم، فورا دروازه رحمت خداوند بسته نشده، باز است میگم خدا بد کردم، توبه کردم، زود رجوع میکنم، به خاطر از اینکه اگر رجوع نکردی غضب خدا سرت نازل میشه. پیش از اینکه غضب خدا نازل شود، پیش از اینکه دفتر گناهت بالا بره، بفهم که دروازه رحمت خداوند باز است. نمان که دفتر تا بالا بره، دمی نیمی را دست تا بالا که بگو پروردگارا اشتباه کردم، پس سجده کن، گریه کن، پس از عمل زشت توبه بکن، و خداوند ارحم الراحمین است، ذات مهربان است. احفظ الله گفته که حفظ خداوند متعال مانایش ای هم است که وقتی خدا را حفظ میکنی احکام خداونده، چیزی را که خدای عزوجل گفته از ما بخوای، از دیگر کس نخوای. اگر میخوای که الله تو را حفظ بکنه، حکم الله را تطبیق بکن. اگر میخوای که الله تو را حفظ بکنه، بنا انکار بگو که خدا را خوش میسازه. یک نفر میگه که والا من خداوند را خوش میسازم و میخوام که خداوند مرا حفظ بکنه، لکن چی میکنه؟ میره به غیر از خدا. دیروز یک کس آمد پیش من، برام میگه استاد مثلا من رفتم پیش فلانی نفر و اون نفر را گرفتم به خداوند واسطه کردم و این را بردم و این دوست خداوند است و این فلان است، این فلان است. من گفتم خب سیس. یک سوالک کوتاه، سین جیم، آیا ما پیش قاری صاحب مشکل دارم؟ میرم پیش قاری صاحب امان الله خان، من فکر میکنم اینجا بر ما مشکل پیدا میشه که آیا قاری امان الله خان مرا زیاد دوست داره، مهربان است، یا قاری صاحب ثناء الله. انال اگر قاری صاحب ثناء الله خان مرا زیاد دوست داره و مشکل من پیش قاری صاحب ثناء الله خان است، میگم قاری صاحب عزیز من این مشکل دارم، میگم چی شما صاحب بفرمایید یا خلاص مشکل است. اما ما در فکر می میگرده که من میگم که نه ای خو مهربان نیست، مهربانی قاری صاحب امان الله خان زیادتر است برام. برام من میرم قاری صاحب امان الله را واسطه میبرم پیش قاری صاحب ثناء الله. قاری صاحب ثناء الله کار مخاط کرد، لکن باز برام چی میگه؟ میگه ای هی استاد، از ما کلا بود زیاد دوست داشتی، اگه تو مدر دوست فکر میکردی مستقیما برای من میمدی. این نگه پس پیش خدای عزوجل، آیا از خدا که کس مهربانتر هست؟ نه. رحمان کیست؟ الله. رحیم کیست؟ الله. پس وقتی که الله رحمان و رحیم است و ای ارحم الراحمین است، یعنی اگر به میلیون ها مهربان باشه، خداوند از کلش که مهربانتر است. پس ما اول در مشکل خود به کی رجوع بکنیم؟ الله. برای ما مشکل ایجاد میشه. اگر نیکی رفتیم پیش محمود و کلبی و فلانی و فلانی و فلانی، اینجا برای ما یک کمک عقیده ما چی شد؟ خط خور شد. یک کمک رویشه. چرا؟ به خاطر از اینکه کس دیگه را از خدا کده برای خود چی فکر کردم؟ مهربان فکر کردم. من میگم خدای تو مهربان هستی. از ما به خدا که میگه شکل یک عالم چی نشته که در کتاب خود میگه عقیده که یک طفل به مادر خود داره، اگر او عقیده را ما به خدا میداشتیم بهترین مؤمنا بودیم. طفل میگه مادرش 20 دفعه کت سیلی میزنه، نه پیش زن همسایه میره، نه پیش کس دیگه میره، باز میاد آغوش مادر خود میپرته، باز کت سیلی میزنه، باز آغوش. بالاخره مادر مهربان میگه اوه او والله طفل من است، پس چون مادر مهربان است، پس طفل خود آغوش خود میگیره، تا پیشه کت سیلی میزد آجده. خدای عزوجل یک دک چیز امتحانت میکنه، یک کمک مشکل برد پیدا میکنه، یک مشکل در زندگی برد پیدا میکنه، یک درد پیدا میکنه که باشی بنده ما به دروازه کی تق تق میکنه؟ به دروازه کی تق تق میکنه؟ به دروازه فلان و بیمدان و فلانی شخص تق تق میکنه؟ یا می دروازه مرا تق تق میکنه؟ خدا میگه اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. کی میتونه که مشکل کشای تو در مشکلات باشه؟ حالت اضطراری دارم، مشکل است، از چهار طرف سرم غم است، نمیتونم آرامش داشته باشم، اولاد ندارم، بچه ندارم، دختر ندارم، زندگی ندارم، پیسه ندارم، مریض هستم، درد دارم. خدا میگه که اما یجیب المضطر اذا دعا. در اینمی حالت کی دست خدا بدر با کی میتونه که تو را نجات بده؟ اگر پیرو پیغمبرا هستی،
پیغمبر چی میگه؟ ربی انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا. پیغمبر میگه خدایا انی وهن العظم منی استخوانایم پوسیده شده، واشتعل الرأس شیبا، مویای مام کلش سفید گشته، لکن یک بچه میخوایم. رفت در قبر آدم علیه السلام که آدم علیه السلام برم یک بچه بتی یا یک باچه بتی، رفت با کی رجوع کرد؟ گفت رب اینی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعایی که. خدایا ما هیچ وقت مخالفت احفظ پیغمبر حکم خدا رو گفت. خدای ما همیشه حکمت رو قبول کردیم. سعیست که مردم وقتی که جوان باشه و چی باشه و چی باشه صاحب اولاد میشه. ما خاله از جوانی هم خطا خوردیم و خانم ما هم چی هست؟ عقیم است، نازای است، خانم اولاد نداره، پیرام هستم، این کل مشکلات دارم. لیکن خدای عز و جل میگه که وبشرناه بغلام حلیم. یا علیم حلیم، خداوند برش بشارت داد با غلام. گفت پیش خداوند متعال چیز نیست. اینا لازی خاطر احفظ الله یحفظک. رسول خدا میگه خدا را به یاد داشته باش، حفظ داشته باش، قلبت به خدا بده تا که خداوند تو در هر لحظه زندگی همکاری بکنه. اما اگر رفتی دروازه های دیگرا را تق تق کردی، خداوند میماند برو پیش از او. خدا میگه که وننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. ما در قرآن شفا را نازل کردیم، رحمت را نازل کردیم بر مؤمنا، کسی که به قرآن ایمان داره. اما کس هست از ما که وقتی که برش مشکل پیدا شوه قرآن فراموش میکنه، قرآن در خانهش است، به قرآن رجوع نمیکنه. عدی اقل تو یک دوست سپاره قرآن در خانه بخوان و تطبیق بکن، بگی که شفا میه یا نمیه. چون او قرآن میگه ایمان دارم لکن به شفای قرآن باور نداره. باور داره که به قبر فلانی برم، باور داره که به فتش فلانی برم، او خانم مجور میکنه، اما به قرآن باور نداره. اگر باور میداشت و میفهمید که خدای عزوجل گفته که وننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، یک بار رجوع بکن به قرآن ببین که شفا و رحمت است یا نیست. احفظ الله یحفظک. وقتی که حفظ میکنی چه قسم خدا را حفظ بکنیم؟ باید داشته باشیم حقوق خدا را سر خود تطبیق بکنیم، احکام خدا را سر خود تطبیق بکنیم. و خداوند متعال ما را چه قسم حفظ میکنه و نگهداری میکنه و باید میداشته باشه که ما و شما را چی میده؟ اول ای است که وقتی که خدا را باید داشته باشی و به خدا عقیده داشته باشی، خداوند برای تو آرامش عقیدتی میده. یک دانشمند آمریکایی میگه در کل دنیا خودش روانشناس است، میگه من تمام نعمت های دنیا را تجربه کردم، یگانه نعمتی که برای انسان بسیار مهم است اون نعمت آرامش روحی هست که روحن آرام باشی. نو بجا میخوایی خو کنی 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمدلله، 34 بار الله اکبر بگو، با پالی راست خو کن و تسبیحات و آیات رو بخوان، باز باد از خو کن، خور رو پش خوت ببره، آرامش روحی رو میگه خداوند. آرامش روحی و آرامش روحی رو میگه که علا به ذکر الله تطمئن القلوب، به یاد هیچ کس قلبت آرام نمیشه. ما دیدیم کسانی که به فلانی خان رجوع کرد دیگر او از شوکی منفک شد، حالا ایران مانده. آله مجبور است دول بزنه. ما دیدیم کمونستایی که در افغانستان بودن گفتن از غمت های دلار جان عزم سفر میکنیم، قبله خود بعد از این سوی واشنگتن میکنیم. قبلهشان اول طرف کرملین بود، نه؟ عالم کمونست قاتل انسان کشه که دستش به خون ملت ها تر است، اونمو قاتل